صدها کودک پناهجو از عراق، سوریه و افغانستان و دیگر کشورهای جنگ زده در منطقه بالقان گیر ماندند، در حالی که میکوشند به غرب اروپا سفر کنند. اداره پناهجویان ملل متحد میگوید که صندوق وچی ملل متحد برای اطفال با حکومت سربیا کار میکند تا این کودکان بتوانند در آن کشور به مکتب بروند. من اسم میکنم که خوب. من این مکتب را دوست دارم. از مکتب سابقم بهتر است. وزیر کار سربیا میگوید که این کودکان لیاقت حق تحصیل را دارند. ما میخواهیم تا آموزش با کیفیت را برای این اطفال فراهم کنیم، برای آنهایی که سربیا فقط بخشی از راه سفر آنهاست. ولی برخی از والدین در سربیا از این نظریه استقبال نمی کنند. این کودکان آماده نیستند، والدین آماده نیستند، محیط برایشان آماده نشده است. فکر میکنم که این شدیداً مخرب است. مفکوره آنها با ما کاملا مطابقت ندارد. آنها از کشورهای آمدند که معیارهای آن تحت سوال قرار دارد. سیستم حفاظتی صحی آن تحت سوال است و کاملا متفاوت. آنها به زبان سربیایی صحبت نمی کنند و اینجا مذهب و فرهنگ و سیستم متفاوت است. اکثر این کودکان حداقل والدین یا خیشان خود را دارند که بعد از مکتب به نزدشان بروند. ولی ملل متحد گزارش می دهد که حدود 300 هزار کودک زیر سن از خانواده هایشان در طول مهاجرت جدا شده و با آنها سوی رفتار صورت گرفته است. این دختر از افریقا در چنگ قاچاقچیان انسان گیر مانده بود. او به من گفت که در یک دکان به او کمک خواهم کرد. وقتی آنجا رفتم، او مرا به سرک برد و به من گفت که باید یک پتلون و لباس اندک بپوشم و در سرک کار کنم. این گزارش خواهان مقتدرسازی سیستم خدمات برای حفاظت از کودکان پناهجو و کوشش در مبارزه با قاچاقچیان انسان و دیگر معضلات مانند تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و سوء استفاده از مهاجرین شده است. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.